زنداش محسن اومد. شما بشینه من بیارمش. فکر نمی کردم حالا آزاد بشم. رضا این کولر بزن خیلی گرمه. چشم. اون دری چشم بزن سمت خودت. آره. چرا بچه‌ها خوشحال بشن ببینن. دی واقعا مونده بودم چی بهشون بگم. اینقدر که سراغتو میگرفتن. منم خیلی دلم تنگ شده براشون. انگار 100 سال ندیدمشون. آخه. البته واسه شما بیشتر مونا خانم. ریسی که زندان خیلی هم بد نبوده داداش. مهربون‌تر شدی. نه. فقط یاد گرفتم قدر چیزایی رو که دارم بیشتر بدونم. حاجی کجاست؟ حالا ازش خبر ندارم. یعنی چی خبر ندارم؟ تو که دستگیر شدی حاجی احساس خطر کرد. دست مامان و بچه ها رو گرفت رفتن توی خونه باقی مخفی شدن. خبر آزادیت که اومد بچه ها رو فرستاد خونه خودشم رفت. کجا رفت؟ نمیدونم. ولی مطمئنم همین روز تماس میگیره. تو این مدت خیلی منتظر بودم یه سری بهم بزنی. انگار خیلی سر چروق داره رضا خان. نه بابا بعد از اونی که با حاجی اومدیم دیگه نذاشتن ما بیای. ممنون ملاقات بودی دیگه. نمیدونستم. آره واقعا تقصیر آقا رضا نیست. میدونی مسئولیت همه کارای نکرده افتاده بود گردنش. به به. پسر خوبه خانواده شده ناجی همه. انگار خیلی بهت مدیونیم آقا رضا. مدیونی چیه داداش؟ خانواده یعنی همین دیگه. حتما تو هم جای من بودی همین کارو می‌کردی. چرا که نه؟ میگم دقت کردی از دم زندان یه ماشین داره تعقیبمون میکنه؟ حالا بهشون عادت میکنی. کیان اینا؟ شرکای حاجی، رفیقای خودت. همونه که فکر میکردی میتونی بهشون اعتماد کنی. بله. میدونستی داداشت هم دزدیده بودن؟ میدونستی کلی شکنجش کردن؟ الکی؟ نه خیر واقعا نمیدونم دنبال چه کوفتی بودن ولی خب خدا رو شکر نتونسته بودن ازش اطلاعاتی بگیرن. رضا مونا راست میگه؟ باید خیلی مراقب باشی. ممکنه سراغ تو هم بیان. خدا نکنه. کسافت های عشقال. یه مش لاشخورن اینا.